بله. امشب متهم سی دی رام. I'm gonna go to the gym and get out of here.
بابا میرم، میخوام به خوابم یه داره بذارم. ای خدا، کاشکی خودم مرده بودم. خواهش میکنم آروم باشی، بفرمایید بریم، بفرمایید. خدا آروم باشی. فرشته رو به سمت شرق داره میاد به طرف پاسدار. سعی کن زودتر کارو تموم کنی. باشه، فعلا تماستو قطع نکن. من میرم تو خونه‌اش، از اونجا با تماس میگیرم. سه پسرش تعطیل شده، دارن سوار ماشین میشن. حرکت کردن، من دنبالشون. امروز از مسابقه داریم، اون تو هم میای؟ نه پسرم، نمیتونم، خیلی خستم، برای همینم امروز از اداره زود اومدم. روز نشد دیگه مامان، همه پدر مادرام میان. از صبح تا حالا به سوالای جور با جور بازپرسا جواب میدادم، آدم رو کلافه میکنن با سوالاشون. خب به شما چه که اون اتفاق افتاده؟ چه ربطی داره؟ ربط که داره، پسرم از مدیران شرکت بود. عصر که شد میرسونم جلوی سالن مسابقه، بعدش هم میرم یه سری به گالری میزنم. واسه رفتن به گالری خسته نیستی؟ اما واسه دیدن مسابقه من خسته ای؟ یه مسجد واسه میخوای تو بره خونه؟ من خودم میام. من میرم فروشگاه خرید میکنم، میام دنبالت. برو عزیز.
جاوید کاراتمونه، اسمش امیر آقاست. خیلی وقت نیست که اومده، ولی بچه ها خیلی دوستش دارن. پسر خوبی باش. باشه عزیزم. باشه. خدافظ. خدافظ. سلام امیر آقا. به به. سلام. خب چطوری آقا رضا؟ خوبم، ممنون. تمرین امروز یه تمرین مردونه است. مردونه. خوش کردی، زود باش دیگه، اومد. مامان امیرقا میگفت حتما برنده میشه. معلومه که برنده میشی. اگه میومدی خیلی خوب میشه. خبر پیروزی تو که برام بیاری خوشحالتر میشم. حالا بزن بریم قهرمان کوچولوی خودم. رو باز کردن، اومدم تو. هر کی زودتر رسید اول اون بازی میکنه. باشه، بریم. واسه جلو نرم. همیشه من بردم، حالا نم من میبرم. این دفعه من خودم میبرم. اول من بردم اول. باشه. خوب سکن. اینم یه پیچه دیگه، اینم از سخت ترین مانه. امتیازت 2400 ترسی. تونتر زیادی که تون داری کله پا میشی. آیشه سلام خانم علوی. سلام خانم پارسا، حالتون چطوره؟ ای بدک نیستم، جای چند تا از طرها خالیه. طرهاتون بی نظیرن. دیروزی آقای خارجی اونا رو به قیمت خیلی خوبی خریدن، 800 دلار. 800 دلار؟ باورم نمیشه. بهتره باورتون بشه خانم پارسا، طرهای شما واقعا فوق‌العاده‌ن. اجازه بفرمایید. بفرمی، اینم چکتون با حذف 20% پورسانت گالری. متشکرم. خواهش میکنم، برای طرحهای بعدیتون منتظریم.
ماه آینده خوبه؟ حتما. ولی چرا اینقدر دیر؟ این روزا گرفتارم. کارم تو شرکت خیلی زیاده. بعدن باهاتون تماس میگیرم. خب دیگه فعلا خدا نگهدارتون. خدا حافظ. ببخشید خانم. بله بفرمایید. اون طرحهای زیبا و بی‌نظیر کار شماست؟ خواهش میکنم، شما لطف دارین. میخواستم چند تا پیشنهاد کار بهتون بدم. متاسفانه فعلا تمام دستگاه خراب شدن. من تخصصم در تعمیر کامپیوتره، حتی پیچیده ترینش. بله. اگه بخواین میتونم اونا رو براتون تعمیر کنم. حجیمه بله. منزل خانم پارسا؟ بله. منزل تشریف دارن؟ شما؟ آدرس داده بودن که به کامپیوتراشون نگاهی بندازن. آه، بله بفرمایید. خودشون هم تشریف دارن. بفرمایید. خیلی ممنون خانم. بفرمایید. درست شد. ممنونم. شما خیلی واردین. خب، کارمه. تموم شد؟ بله. خسته نباشید. خیلی ممنون. کاری نداریم؟ نه خانم جون، دست شما درد نکنه. این آخریش بود. طرح‌ها زیادم مشکل نیست. یه مقدار باید روش دقت بیشتری بشه. البته نه با این دستگاه ها. چی بگم والا؟ محل کارتون شرکت ارمیکاست؟ بله. شما از کجا میدونی؟ به نوعی با شرکت شما در ارتباطم. البته میخوام کارو تو شرکت انجام بدین. ولی من اجازه این کارو ندارم. تو روزنامه خوندم که مدیر مالی شرکتتون اسمش چی بود؟ آره پشمان. آره پشمان و زن و پسرشو به طرز فجیع کشتن و پلیس هم سرنخی برای تعقیب قاتل یا قاتلین در دست نداره. شما میدونین برای چی اون بیچاره ها رو کشتن؟ باید بدونم. شما همین یه پسر رو دارین؟ بله. دنیای منه. پدرش؟ از مسافرین هواپیمایی بود که آمریکایی‌ها رو خلیج فارس زدنش. آمریکایی‌ها پدر سوخته. شدن ژاندارم دنیا. باید خیلی دوستش داشته باشین. پسرتونه میگم. یادگار شوهرتونه. پسرش و زنش بود. حالا خوب گوش کن. ما میدونیم که تو با پشمان همکاری میکردی. تو اون مردی که یه بزدل مخفیانه اطلاعاتی در مورد شرکت و ارتباطش با عوامل داخلی و خارجی تهیه کردین و
و به صورت دیسکتای رمزی کامپیوتری درآوردین. من با کسی شوخی ندارم. برای نجات زندگی خودت و پسرت که میگی همه دنیای منه، هر چی میخوام باید فوراً انجام بدی. باید همه مدارکی که در اختیار داری به من بدی و در اولین فرصت دیسکتا رو کدگشایی و تحلیل بکنی. فکر نمی کنم بخوای بشین. بشین، تموم نشده. پس شما پیشمان زن و بچهشو کشتین؟ هر طور که میخوای فکر کن. انتخاب نادرست نتیجهش همونه. مثل کپک سرتونو کرده بودین تو برف، خیال میکردین کسی شما رو نببینه. تو باید این کارو بکنی، چون مثل من تو کارت نابغه ای. یادت باشه تو کاملا زیر نظری و کوچکترین اشتباهی باعث نابودی خودت و پسرت میشه. کارت رو زودتر شروع کن. برو به سلامت. خیلی ممنون آقای رفا. فعلا خدافظ. خدافظ. مامان! مامان! ببین مامان دو بار چه میدان نقره گرفتم. آفرین پسر گورم. الهی قربونت برم. با مربیت اومدیم. سلام. تبریک میگم خانم پارسا. رضا واقعا معرکه کرد. خواهش میکنم، لطف دارین، بفرمایین تو. متشکرم، باید برم. قهرمان، خودتو واسه گرفتن مدال طلا آماده کن. چشم. خداحافظ خانم. به سلامت. با اجازه. خدا. خدا نگهدار. چی شده ماما؟ گریه کردی؟ اون آقایی که از اینجا رفت کی بود؟ چیزی نیست پسرم، در رابطه با کار شرکت اومده بود. بیرونت کردن؟ کاش بیرونم میکردن. بریم. تا وقتی که جبهه، وقتی هم خوب میشی میان پیش ما. هنوز زخمات خوب نشده دوباره را میفتی میری. آخه این چه رسمشه؟ اینم شد زندگی؟ مگه این بچه پدر نمیخواد؟ مگه ما به محبت تو نیاز نداریم؟ فکر نمیکردم که یه روز به خاطر اعتقاداتم محاکمه بشم. واسه خودم متاسفم. منو ببخش، دست خودم نبود. باور کن هر وقت خبر پیروزیتون میرسه خوشحال میشم و غرور خاصی به هم دست میده. بفرمایید. سلام خانم پارسا. سلام، حالتون چطوره خانم پیشمان؟ ای بد نیستم. منو میبخشین که گاه گداری مزاحمتون میشم. خوب دیگه، اگه به شما زنگ نزنم دلم از تنهایی و بی کسی میپوزه. اختیار دارین این حرفو چیه میزنین. باور کنین خوشحال میشم صداتونو میشنوم. هنوزم باورم نمیشه. واقعا به خاطر اون حادثه وحشتناک متاسفم. خبر تازه‌ای نشده؟ نه، هر روز هیچ سر نخی پیدا نکردم. فقط همون نوار تلفن منشی رو داریم که آقای مقدم صبح همون روز قتل با پسرم صحبت کرده و با هم بحثشون شده. خب اونم که میگن نمیتونه مدرک قاطعی باشه. تو شرکتم از خیلی ها بازجویی کردم ولی نتیجهشو نمیدونم. من همه چی رو میدونم. تمام این حوادث زیر سر اون مقدم کفداره
که داره راست راست میگرده و به ریش همه میخنده. بیشتر از این مزاحم نمیشه، تو رو خدا زنگ بزن یا با اون پسر گلت بیا اینجا. چشم، حتما خدمت تو میرسم. میبخشی؟ خواهش میکنم، لطف کردین. خدا نگهدار. خداحافظ جان. میبینی که ما میمونیم آتل و باطل. خیلی خوب، الان میریم ببینیم هست یا نه. مطمئنم که هستش. مطمئنی؟ بله. شاید اون طرف باشه، الان میریم ببینیم. همینجا بود. هست، نگران نباش. نه اینجا نیست. این هاشش ماما. خیلی خوب، بذار ببینم خودشه. آره ماما، این اون یکیه، نگاه کن. قیمت ها سرسام‌آوره. بله بله همینطوره. ماما پسرتونه؟ بله. خدا نگرش داره، پسر برازنده ایه. خیلی ممنون. میدونین آدم برای اینکه دنیاش از دست نده باید انتخاب کنه، اونم خیلی زود. چی میگفت ماما؟ هیچی پسرم، دیر شد، بریم. بله. باید فوراً ببینمت، همین امروز. سلام.
سلام آقا عزیز. بازم که مستی مرتی که. مگه نگفتم مست تو خیابون نیاد. آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه. پس وقتی حالت خرابه سراغ من نیاد. چون دوست ندارم کسی منو با توی دائم الخمر ببینه. حالا برو پی کارت. راستی هستی جون. این همه پول از کجا میاد که هر روز سوار یه جور ماشین میسی لامصب. صدقش رو رد کن بیا. لکنتیت کجاست؟ تعمیرگاه. کاش خودتو تعمیر میکردی. برو اونقدر بخور تو. از پی باد دویدن، از ظلمات به ظلمات. چرا نمیخواین اینو بفهمین؟ من از این اطلاعات به اصطلاح سیاسی، نظامی یا هر کوفت و زهرمار دیگه که میگین هیچی نمیدونم. آقای پژمان اطلاعات مهم و اساسی رو خودش کدگذاری میکرد. فقط برای کدگذاری بعضی اسناد مربوط به سوء استفاده های مالی در شرکت از من کمک میگرفت. میگفت از حقوق کارمندا میخواد دفاع کنه. چه غلطای زیادی مرتی که یه دوست. به هر حال من اهل سیاست و اینجور چیزا نیستم. همیشه سرم تو لاک خودم بوده. فعلا که سر از لاک شرکت در وردی و هیچ راه فراری هم نداری. اگه کارتو خوب و سریع انجام بدی پول خوبی هم برات میگیرم. من به پولی که بوی خون میده احتیاج ندارم آقا. از فردام دیگه پاتون شرکت لعنتی نمیذارم. شوخی میفرمایی؟ هنوز نفهمیدی تو چه تری افتادی؟ عاقبت کار پژمان و زن و بچهشو فراموش کردی؟ اینا به کسی رحم نمی کنن. همشون که مثل من خوش اخلاق و صبور نیستن. دیر به جنبی کلک تو و پسر تو کندن. چرا قبل از اینکه اون بیچاره رو بکشین اطلاعات رمزدار روی دیسکت رو ازش نگرفتین؟ ایناش دیگه به تو مربوط نیست. مثل اینکه زبون آدمیزاد سرت نمیشه. فردا میرم شرکت خودم با آقای مقدم صحبت میکنم تا تکلیف منو روشن کنه. به نفع خودت این کارو نکنی. چون طرف در جریان کار نیست. هرچند که همتون سر تا پا یک کروازی. ولی فردا با خودش صحبت میکنم. سلام. سلام خانم پارسا. حالتون چطوره؟ خوبم، متشکرم. امری داشتی؟ میخواستم چند دقیقه مزاحم آقای مقدم بشم. خواهش میکنم، الان تقریبا دو ساعته که با یه آقای جلسه دارم. بله. تموم که شد چشم بهشون میگم. ممنونم. خواهش میکنم. بفرمایید. بله؟ بله، بفرستین به همون آدرسی که روی پاکت نوشته شده. بله بله، متشکرم. کسی تو دفتره؟ بله، جلسه دارن. پس مزاحمشو نمیشم. به پدرم بگین جایی قرار دارم. تا ساعت دو برمیگردم. حتما. فرشید خان پسر آقای مقدم بودن. بله، یکی دوبار دیدمشون. به هر حال امیدوارم این اولین همکاری شرکت ارمیکا با شرکت ما ثمرات خوبی داشته باشه. منم امیدوارم. از انجام این معامله خیلی خوشحال میشم. در ضمن تماستون رو با ما قطع نکنید. بله، بسیار خوب. راستی اگه شما پروفورما رو زودتر در اختیار ما بذاری ممنون. بله حتما، خیالتون راحت باشه. خب با اجازتون من مرخص میشم. خداحافظ. خداحافظ. شما؟ سلام. سلام آقا. اینجا؟ بله، من تو همین شرکت کار میکنم. چه خوب، باید اینو به فال نیک گرفت. آخه قراره یه معامله با این شرکت انجام بدیم. بله. خب، راستی آقا رضا حالش چطوره؟ متشکرم، خوبه. الحمدلله. بفرمایید خانم پارسا. خب بیشتر از این مزاحم نمیشم. فعلا خدا نگهدار. خیلی متشکرم خانم. خداحافظ. خداحافظ. سلام. بریم.
آدم زرنگیه، از حرفاش نمیشه چیزی فهمید. خیلی حساب شده حرف میزنه. عکس پژمانم قاب کرده زده تو اتاقش. خواهش میکنم آقای مقدم، بگین دست از سر من بردارن. من نه چیزی میدونم و نه میتونم اون کارو براتون انجام بدم. متوجه منظورتون نمیشم خانم. روشن‌تر صحبت کنید تا بفهمم مشکلتون چیه. سر در نمیارم. دارین از کدوم کار حرف میزنین؟ کاری بهتون معول کردن که باب میلتون نیست. من نمیتونم اطلاعات مورد نظر رو از روی دیسکتای کامپیوتر بیرون بکشم. نمیخوام خودمو درگیر مسائل سیاسی یا چیز دیگه‌ای بکنم آقای مقدم. متاسفانه متوجه منظورتون نمیشم. منظورتون چیه از دیسکت اطلاعات؟ کدوم اطلاعات؟ کار این شرکت هیچ ربطی به مسائل سیاسی نداره. حتی گفتنش هم خطرناکه. فکر میکنم دچار سوء تفاهم شدین. مثل اینکه شما دچار سوء تفاهم شدین آقای مقدم. زندگی من شده یه کابوس. چند روزی بهتره برین سفر. برم سفر؟ یادتون باشه فشار کار زیاد آدمو خسته و عصبی میکنه. علاج کابوس استراحته. عصبی؟ مسخره است. سر وقت اومدی؟ قیافتی که میبینم حالم به هم میخوره. جدی؟ به خاطر پدرمه که تحملت میکنم. جانا سخن زبان ما میگویی. خب چیکار داشتی؟ بیهاشیه برو سر اصل مطلب که حوصلتو ندارم. چرا به پارسا اجازه دادی بره پیش پدرم درباره دیسکتا صحبت کنه؟ زده به سرت؟ اشکالش چیه؟ پارسا حق نداره با کسی حتی پدرم در این باره صحبت کنه. اگه قضیه جایی درس کنه و پدرم تو درد سر بیفته باید خودتو مرده حساب کنی. بریم. ای توپل بیا اینجا. مواظب حرف زدنت باش. ببین توپل، من از یه جای دیگه دستور گرفتم اومدم ایران، نه از تو بابات. دست مزد تو رو پدرم میده. این قراریه که خودشون گذاشتن. خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. ما خیلی فوری به اطلاعات اون دیسکتا احتیاج داریم. دست دست کردن تو کار دستمون میده. اینو قبلن هم بهت گفته بودیم. اگه نمیتونی برگرد به همون جهنم دری که ازش اومدی تا با یه نفر دیگر استخدام کنیم. به تو گفته بودم مراقبش باش که نیستی. به هم خبر دادن که رفته کلانتری. از کجا بدونم که حرفی نزده؟ به من رو دست نزن بچه. من اصلا از اینجور شوخی ها خوشم نمیاد. چرا حالیت نیست؟ اگه پای پلیس به میون کشیده بشه حتم داشته باش خودم با گلوله آبکشت میکنم. یادش رفته در ببنده. آقای سی
آقا هستی؟ آقا هستی؟ استدیوی عکس و صدا رو انداختی. چطوری اومدی تو؟ به من بگو. در باز بود. یادت رفته بود درو ببندی؟ نه یادم نرفته بود. خیلی صدات کردم. تو هم بی اجازه وارد شدی آره؟ گفتم بیام دنبالت. اگه حالشو داری تعطیلات آخر هفته رو با هم بریم چالوس. خب چی میگی؟ موافقی؟ یکی از بچه‌ها تو ماشین منتظر منه. میشتسمش؟ نه، از دوستای منه. دوچرخه‌ام گذاشتم کنار ماشینمو. خیلی خوب. ماما، تا چالوس چقدر راهه؟ 4-5 ساعت، عجله کن. مثل اون دفعه میریم هتل خزر؟ آره بچه، چقدر حرف تو برو، من با ماشین خودم میام. پس میام. بیا، چشم ماما. سروش عشق که بیاد، آدم تو جهنمم میره. مهمون من، برو هتل خزر، منم میام. رفیق ندیدم به دست دلوازی تو، پس اونجا میبینمت مهربون. اونم دست به سر میکنم، تنها میرم اونجا منتظرت میشم. سلام علیکم. علیک سلام. ببخشید خانم پارسا تشریف دارن؟ نخیر، شما؟ من مربی رضا هستم. اومدم بهشون خبر بدم فردا رضا مسابقه داره. نیستن، رفتن مسافرت، شنبه میان. اگه تماس گرفتن میگم شما اومده بودین. بله، ممنونم. ممنون. حکایت این بود. اسی؟ خانم پارسا. به به. چه اتفاق غیر منتظره ای؟ خوش آمدین. این روزا همه اتفاقات غیر منتظر است. ببخشید معرفی نکردم. دوستم فرزاد از دوستان عهد عتیق. از دیدنتون خوشحالم خانم. لطف دارین. اسی؟ پسرتون رو دیدم، اونجا داشت دوچرخه سواری میکرد. پسر نازیه، کم سن و سالم هست، نباید تنهاش بذاریم.
خدای نکرده ممکنه براش اتفاقی بیفته. میبخشید، میخواستم نیم ساعتی وقت سرکار رو بگیرم. این آقا اسی ما یه پارچه جواهره، الان 20 ساله که آدم در به در و خرابی مثل منو تحمل میکنه. مگه تو تعریف کنی؟ بده ببینم اون عینکه تو. بفرما. با این ساب مرده تو چطوری جلوتو میبینی؟ دوست عزیز، اون عینک مال منه، هر عینکی به هر چشمی نمیخوره. تو که یه دانشمندی باید اینو بهتر از من بدونی. اصلا هیچی دیده نمیشه. چرا سرم گیج میره؟ باید بیشتر مواظب باشم. سفر نداشتیم. نمیدونستم برای این کارم باید اجازه بگیرم. مرخصی دادن، گفتم بیام سفر. تو کلانتری چی میخواستی؟ رفتی اونجا چی گفتی؟ چی میخواستی؟ اونی که برات خبر آورد نگفت از وسط رو برگشتم؟ سعی نکن منو بازی بدی. ببین، ما به اطلاعات اون دیسکت ها خیلی احتیاج داریم. قضیه مطلقا شوخی بردار نیست. نگاه کن، اون پسرته. دونش برات مهم نیست؟ میخوای مفت و مسلم دنیا تو از دست بدی؟ چجوری حالیتون کنم؟ این کار از من بر نمیاد. نمیتونم. برین سراغ یه نفر دیگه. تحلیلگر کامپیوتر زیاده. نه نمیشه. کس دیگه ای نباید داخل این ماجرا بشه. کارو تو باید تموم کنی، اونم خیلی سریع. شما رو به خدا وضع منو بفهمی. من نمیتونم. ببین اون پسرته، مگه نه؟ جرأت داری یه بار دیگه بگو نه تا خلاصش کنم. به چه زبونی بگم نمیتونم؟ به چه زبونی بگم؟ میتونی، باید بتونی. نمیتونم، باور کنی کار از من برمیاد. برمیاد، برمیاد. خواهش میکنم این کارو نکن. باید قبول کنی، چاره ای نداری. داری چی کار میکنی؟ تو دیگه خفش و کثافت دائمون خم. نه، نه این کارو نکن. کاری داشتین؟ اون پسر اومد پروفرماشو ببره. نه، اصلا خبری ازش نیست. آب شده رفته تو زمین. بهتر. بهش نمی اومد که شرکتی با 800 میلیون تومان سرمایه داشته باشه. دروغ میگفت. خبر تازه چی؟ خانم پارسا به سرعت داره کارشو انجام میده. اجازه بدین وقتی کارش تموم شد
اطلاعات و دیسکت ها رو خودمون ازش بگیریم. من زیاد به این مرتی که اسی اطمینان ندارم. نه نه نه، این کار اصلا به صلاح ما نیست. خانم پارسا نباید به هیچ وجه متوجه بشه که ما در جریان کاراش هستیم. شاید اسی مورد اعتماد نباشه، اما تو کارش خبره است. از مادر پژمان چه خبر؟ وکیل گرفته تا پرونده قتل پسرش رو تعقیب کنه. خبر رو که شنیدم، از آقای صادقی وکیل شما خواستم که فوراً بیاد شرکت. نه بابا، هیچ خبری نیست. هفته پیش که اومدن رفتن پشت سرشون هم نگاه نکردن. چه میدونم والا. علیک سلام. سلام. تشریف دارید؟ بله بفرمایید، منتظرتون هستم. من جریان قبلا برای مریم تعریف کردم، از اون بپرسی بهت میگه. نه جانم، عرض کردم. آخه شهر هب که نیست، آخه مملکت قانون داره برای خودش. قتل پژمان و خانوادش چه ربطی به این شرکت داره؟ پلیس باید به این کار رسیدگی بکنه که لابد میکنه، اما تا بار سرنخی پیدا نشده. منو برای همین کشوندین به اینجا، برای این مسئله پیش پا افتاده. ببینم، به نظر شما کاری از این وکیل ساخته است؟ عرض کردم که تازه اگرم دستش به جای بند بود که نیست، موفق نمیشد. چرا؟ چون با گرگ بیابون دیدهی مثل من طرفن. خیالتون راحت بشه، فعلا با اجازه. در ضمن مادر مرحوم پژمانم باید حالا منتظر اقدامات پلیس باشه. خب قربان شما ها، دیگه مزاحم بنده نشو. گرگ بیابان دیده ای ما رو باش. چیزی نیست، فقط یکم زهر. دیوونگیه، اما بدم نیست. سلام. کار دیسکت ها تموم شد؟ ها
هنوز نه. خیلی مشکله. میدونم. اما برای تو اصلا مشکل نیست. تا به حال تحلیلگری مثل تو ندیدم. با مادر پشمان صحبت کردی؟ دارم میرم منزلشون. میخوام اینو از خودت دور نکنی. باید دائم دور گردنت باشه. بهت اطمینان ندارم. میخوام با هر کسی حرف میزنی بشنوم. متوجهی که؟ یه بازی جدید؟ داره یواش یواش نظرم نسبت به تو عوض میشه. نمیدونم چرا، ولی دوست دارم بهت اعتماد کنم. بگیرش. بگیرش. بعدن باهات تماس میگیرم. بندازش گردنت. سلام خانم. سلام عزیزم. بفرمایید. خیلی متشکرم. زودتر از اینا میخواستم بهتون سر بزنم، ولی خوب نشد، گرفتار بودم. بله میفهمم. خوش آمدید. ممنونم. ببخشید. سلام خانم، حالتون چطوره؟ شما اینجا؟ بله، دورادور با آقای پژمان خدا بیامرز و خانواده‌اش آشنایی داشتم. اومدم حال خانم بزرگ رو بپرسم. همینطوره. بفرمایید. ممنونم. خب، خانم پارسا تو همون شرکتی کار میکنن که پسرم کار میکرد. میدونم. من مربی کاراته پسرشون هستم. راستی رضا حالش چطوره؟ خوبه. میبخشین که اونطوری شد. خواهش میکنم، مسئله مهمی نیست. فعلا که به خیر گذشت. اگه اجازه بدین فردا یه سری بهش میزنم. خواهش میکنم، بفرمایید. خب شما که خوب هستین خانم. میدونم چقدر براتون سخته. خدا بهتون صبر بده. ممنونم عزیزم. بچه ها تو شرکت میگفتن که وکیل گرفتین. بله، ولی من فکر نمی کنم به نتیجه ای برسم. کلاف سردرگمی. بله. اتفاقا من داشتم پیش پای شما با آقای کریمی صحبت می کردم در همین مورد. ایشون هم نظرشون اینه که با گرفتن وکیل کار به انجام نمی رسه. والا اگه فضولی نباشه نظر منم همینه. درسته که آقای مقدم گاهی با آقای پژمان اختلاف داشتن، اما اعتمادی که آقای مقدم با آقای پژمان داشت زبان زد بود. من متعجبم، شما چرا با آقای مقدم مزنون هستین؟ عزیزم تو چه میدونی روابط اونا چطور؟ این اواخر پژمان خیلی گرفته بود، در هم بود. حتی به زنش گفته بود مقدم تهدیدش کرده که اخراجش میکنه. با اجازتون من مرخص میشم، باید برم سر تمرین بچه ها. خداحافظ. خواهش میکنم. خداحافظ. با اجازه. خداحافظ. من الان بر میگردم عزیزم. خواهش میکنم. در رابطه با من اصلا صحبت نکنین. اگه پرسیدن بگین از آشناهای دورتون هستم. متوجه هستم. خیالتون کاملا راحت باشه. خیلی ممنونم. خداحافظ. آقای کریمی لطف کرد. وقتی رفتم خونشون دیدم افتاده رو زمین غرقه به خون جلوی در اتاق. چشماش باز بود، هنوز ترس و وحشت تو صورتش موج میزد.
پسرم، پسرم کنار نرده ها افتاده بود، زنش توی اتاق. بیرحمانه است، بیرحمانه، بیرحمانه. شروع، زود باش دیگه، اونا هاش نفی در نیسته، اون یکی هم بزن. باش آوازه باش داره به نزدیکش حالا نزد یه به جاها تو هم میزنه. آه، فایده این نزده، یه نمی دیگه از نزده. حالا بابا، به جون نزدیک بوده. باید حواس تو خوب جمع کنی، توی که نمیشه. باش، این دفعه حواس همو جمع میکنم، قول میدم، حالا میبینی. امید جون. بله. پشو برو خونتون، دیگه بسته. من رفتم. چرا گفتی بره ماما؟ ما داشتیم بازی میکردی. مگه تو درس و مشق نداری بچه؟ ها؟ همش بازی؟ چرا مادام دوستاتو میاری اینجا؟ خستم کردی؟ برو بشین سر درست. اگه یه دفعه دیگه دوستاتو بیاری اینجا تبیعت میکنم. سلام. سلام. احوال شما خوبه؟ خوش اومدی. خیلی متشکرم. اومدم حال آقا رضا رو بپرسم. خیلی ممنون، لطف کردین. بفرمایین تو. زحمت کشیدیم، بفرمایین. خیلی ممنون. خیلی خوش اومدی. بفرمایین. خوب هستی؟ خیلی ممنونم. خب، حالتون چطوره خانم پارسا؟ متشکرم، خوبم. خیلی زحمت کشیدیم. اختیار داریم، باید زودتر از اینا به رضا سر میزدم. خب بذار پاتو ببینم. دیگه اصلا درد نداره. بله خوبه، خوب شد. از فردا میتونی بیای باشگاه. باشگاه بدون تو سوت و کوره. بفرمایید. دست شما درد نکنه. میشه جان. خانم جون، میخواستم یه زحمت بهتون بدم. لطف کنید دست گل یا که آقای کریمی آوردن بذارین تو گلدون. باشه، با اجازه. خواهش میکنم. مادرتون هستن؟ نه، اما برای من با مادر خدا بیامرزم فرقی ندارن. خانم جون الان سالهاست هفته دو سه روز میاد اینجا به من کمک میکنه. بله بله، زن نازنینیه. خیلی دوستش دارم. بله بفرمایید. سلام، حالت خوبه امید؟ رضا جون بیا. گوشی؟ الو؟ سلام، چطوری امید؟ من؟ هیچی. تو چی کار میکردی؟ آره من نوشتم، تو آخر درس چون thank you.
تموم شد؟ آره، رو صندلی عقبه. وردارو برو گورتو گم کن. چقدر بد اخلاق. میخوام یه درخواستی ازت بکنم. نه، چیزی که میخوام بهت بگم ربطی به این مسئله نداره. ببین، از اون اولی که تو رو دیدم احساس کردم که بخش گم شده ی زندگیمو پیدا کردم. برو پایین آدم کش کثیف، گم شو پایین. به هر چی میخواستی رسیدی، اینم اطلاعات. مادر پژمانم که شکایتشو پس گرفت. از یه پیله چرک نمیشه انتظار پروانه داشت. ببین، ببین من... ببین نداره، گفتم برو پایین. بهتره درباره پیشنهادم فکر کنی، بعدا حتما میبینمت. به خاطر همه چیز متشکرم. فردا باید شما رو ببینم. لسی، سلام خانم. سلام. خسته نباشی. چه عجب از این طرفا، چرا اینجا وایسادین؟ بفرمایین تو، بفرمایین. نمیتونم، کار دارم. اومدم یکی دو روز رضا رو بزنم پیش شما. قدمش رو چشمم، مثل پسر خودمه، خونه خودشه. رضا جان، خانم جون اذیت نکنی. آخ چشم، سر خوبی باش. خیالتون از اون راحت باشه. نمیایین تو؟ نه، باید برم. خدا به امان خدا. دیگه سفارش نمیکنم. چشم.
به سلامت. بیا بریم تو. کارت عالی بود. فکر نمی کردم به نتیجه مطلوبی برسیم. خوشحالم که تونستم راضیتون کنم. کافیه. آدم کل شق و خودخواهی هستی. تو این مدت که برامون کار کردی هیچ وقت ازت خوشم نیومد. تحمیلی که نیست. انتخابیه. شاید این آخرین ملاقاتی باشه که با هم داریم. آروم باش. خودتون ناراحت نکن. اون کیفو بده. بدش من. و اما آخرین مطلب. به نفع همه ماست. باید روش فکر کنم. آره فکر کن. دستور دادن که تو رم بکشم. بهت که گفته بودم تو اسب پا شکسته این مسابقه هستی. نباید زنده بمونی. مایه دردسرشون میشی. اگه یه روز دهن باز کنی همشون دود میشن میرن رو هوا. بنابراین نمیذارن زنده بمونی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ از اولم قرار بر این بود که بعد از پشمان کلک تو رم بکنم. باور کن من از هیچ کدوم این بازی ها دل خوشی ندارم. یه مش دروغ براشون سرهم کردم. ببین من اطلاعاتی رو که دادی به اونا ندادم. برگه های جری در اختیارشون گذاشتم. اگه قبول کنی با من بیای خارج اونا رو به قیمت خوبی میفروشی. تو یه قاتلی. قاتل آدمای بیگناه. آدمی که خودم بیرحمیشو به چشم دیدم. اون یلکل یک کثیف بود. داشت ذره ذره خودشو میکش. منم خلاصش کردم. دیگه درست بهشون نبود. فکر میکنی پشمانم از دار و دسته مقدم نبود؟ پاشو از گلیمش زیادی دراز کرده بود. دستور کشتنشو دادن. زن و بچه بیگناه و بیدفاعش چی؟ شاهد قتل بودن. نباید زنده میموندن. خوبه، خیلی خوبه. چه راحت جون آدم ها رو میگیری. زیاد تفره نرو. جواب منو بده. قبول میکنی یا نه؟ ببین وقت این حرفا نیست. من میدونم که آدم درستی نیستم. اما با تو میتونم باشم. من یه عمر به خاطر پول همه کاری کردم. حتی قتل. ولی از حالا به بعد به خاطر تو هر کاری میکنم. یعنی اجازه فکر کردنم ندارم؟ چرا داری؟ ولی هرچی زودتر باید تصمیم بگیری. هیچ کدوم وقت زیادی نداریم. اونا با کسی شوخی ندارن. اگه من تو رو نکشم یکی دیگه میکشه. اینو باور کن. ببخشید آقا. یه خانمی باهاتون کار دارن. آیشون که از کارمندای خودمون هستن. بگیم بیام ببینم. بله. بفرمایید. کاری داشتی؟ بله، اومدم درباره آدم رزلی که دستور قتل منو بهش دادین باهاتون صحبت کنم. دیوانه شدین خانم؟ اول پرت و پلایی راجب اطلاعات سیاسی و نظامی و اینجور چیزا و حالا هم دستور قتل.
بریم پیش روان پزشک. شما دیوانه شدین خانوم. اتفاقا تازه عاقل شدم. آروم باشید، قبلا کنترل شده. اون داره شما رو بازی میده. همه حرفاش تو اینه. نمیخواین گوش کنین؟ اولم قرار بر این بود که بعد از پشمان کلک تو رو بکنن. باور کن، من از هیچ کدوم این بازی ها دل خوشی ندارم. یه مش دروغ براشون سرهم کردم. ببین، من اطلاعاتی رو که دادی به اونا ندادم. برگه های جری در اختیارشون گذاشتم. اگه قبول کنی با من بیای خارج، اونا رو به قیمت خوبی میفروشیم. آن تویی؟ خبر تازه‌ای شده؟ آره، آقای مقدم میخواد تو رو ببینه. یه کار فوری داره. این کار فوری چی هست؟ نمیدونم، فقط گفتن کیف پولم با خودت بیاری. کیف پول؟ آره، مثل اینکه یه مشت از اون دلارها تقلبیه. که تقلبیه. جالبه. خب محل ملاقات کجاست؟ همش درسته، خودش هم پاکه. بذارش تو ماشین. مشکلی پیش آمده؟ مواردی هست که باید بهت بگم. گوشم با شماست قربان. تو کار ما یک اصلی هست به اسم وفاداری. اگه این اصل رعایت نشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. این چیزها رو به آدمای مبتدی میگن آقای مقدم. ما به قولی که داده بودیم عمل کردیم، ولی تو یه رسل آشغال به ما کرد زدی. خانم پارسا صدای ضبط شده ای تو رو در اختیار ما گذاشت. عاشقی، خیال میکنی خیلی زرنگی. میدونید حق با شماست، خیالاتی شده بودم. بعضی وقتا آدم با چشمای باز میفته تو چاله. تو از اون بیناهایی هستی که نسرت به سنگ میخورن نه پات تو چاله میفته. این امضایی بود که خودت پای ورقه مرگت زدی. ببریدش. بهت گفته بودم ازت خوشم نمیاد. نگفته بودم؟ چرا؟ گفته بودی، اما نگفته بودی چرا. از روی غریزه. اولین روزی که دیدمت غریزم بهم گفت نباید به تو اعتماد کرد. به آدمای راستی مثل تو نباید رحم کرد. Thank you.
که ساخت برو به ترک. من چه بدی به تو کرده بودم که به هم خیانت کردی؟ اگه پول میخواستی که من دست و دلبازتر از اونا بودم. کم بهت پول دادم؟ منو به چی فروختی؟ ترسیده بودم، میدونستم که اگه لبتر کنم منو میکشن. میبینی که هر دورا به یک نقطه رسیده. خادوی آشقالی مثل تو فقط به درد لای جرز دیوار میخورن. مجبور شدم باور کن. نه خانم جون، بعضی بازی ها براش خوب نیست، سرگیجه میگیره. باشه باشه، فعلا نه، خدافظ. منظر خانم پارساست، چه دستوری میفرمایید؟ برو رو خطش. باشه. بگین چند اکیب برن منزل مقدم. باشه. واحدهای 1، 12، 17 آماده حرکت به طرف سوژه. بله بفرمایید. فکر کردی بازی تموم شد خانم پارسا؟ انتظار نداشتی صدای منو بشنوی؟ نه، خیال کردی میتونی با خیانت به من خودتو پسرتو نجات بدی؟ آره؟ فکر کردی اگه ما رو به جونه هم بندازی بازی تموم میشه؟ نه، هر بازی یه برنده داره یه بازی. کلیه اتاقها و دفاتر شرکت رو فروم کرد. تو مرگ از او عروسی بودی و میبینی که هستی. نباید احساساتی میشدم، باید کارو تموم میکردم. آره مفهوم شد، به گوش باشید لطفاً. آدرسشو پیدا کردی؟ فکر میکنی نمیدونم. نیروهای بیجان آماده کنید. بسیار خوب. میخواستم برای تو پسرت زندگی خوبی درست کنم، اما تو اینو نفهمیدی. با همه چیزو خراب کردی، نه به من فرصت دادی نه به خودت. این بزرگترین شانس زندگی من بود که با تو رو هم عوض کنم، اما تو خواستی و حالا میبینی کار به کجا کشیده. تو تنها زنی بودی که برای زندگی انتخاب کردم. حاضر بودم به خاطر تو هر کاری بکنم، اما اشتباه کردی، اشتباهی که نمیشه جبرانش کرد. راهی برام نذاشتی، شد.
خب همه چی رو ببری نداره. چه بساتی راه انداخته. ببریم. مراقب همه چی باشین، مخصوصا رفت و آمده. بریم. خب من با موتور میرم، یک کاری دارم. ماشینا رو ببر جلوی اداره. باشه. خب حتما. تو با بقیه بچه‌ها وسایل جمع کن بیا اداره. چشم. رزا رو میبرم، تو هم برو خونه. پول داری؟ پول دارم، ولی آخه به من بگو چی شده. چیز مهمی نیست، شما زود برو خونه. آخه به من بگو چی شده، چه اتفاقی افتاده که عراسون اومدی دنبال رزا؟ هیچی، ما میریم خونه. آه ماما
لیاقت داشته باشه. تو نداشتی. من میتونستم تو رو تو پول غرق کنم، بهترین زندگی رو برات فراهم کنم، میتونستم دنیا رو به پات بریزم، دیوونه یه بدبخت. اما حیف، حیف که نخواستی.